زیردریایی نظامی اسرائیل در راه خلیج فارس، آرایش نیروهای آمریکا و متحدانش در خاورمیانه چه پیامی برای حکومت ایران دارد؟ و آیا واقعاً احتمال برخورد نظامی وجود دارد؟ با یکی از فرماندهان آمریکا در جنگ عراق امشب صحبت می‌کنیم. همینطور یک روزنامه‌نگار در اسرائیل تحرکات اخیر این کشور در منطقه رو برای ما تحلیل خواهد کرد. و یک تحلیلگر خاورمیانه به ما خواهد گفت آیا ایران حاضر می شود انتقام سخت برای قاسم سلیمانی را فراموش کند؟ در ادامه برنامه امشب، افزایش نرخ تورم سالانه در ایران به بیش از 30%. گزارش مرکز آمار می گوید روستایی ها و کم درآمدها بار بیشتری از افزایش قیمت ها را به دوش می کشند. سرگردانی 1500 کامیون در مرز بریتانیا در پی اعمال محدودیت های کرونا. لندن و پاریس برای اثرگیری نقل و انتقال کالا همچنان در حال مذاکره اند. و تنور داغ توهم توته، با کسی که خیال می‌کند ویروس کرونا را یک ثروتمند مشهور ساخته چطور می‌شود بحث کرد؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. چند ساعت بعد از انتشار خبر ورود یک زیردریایی آمریکا به همراه چند کشتی جنگی به آب‌های خلیج فارس، گزارش‌هایی از عبور یک زیردریایی اسرائیل از کانال سوئز و حرکت آن به سمت ایران منتشر شده. گفته شده زیردریایی اسرائیل برای فرستادن پیامی روشن به ایران در کانال سوئز به سطح آب آمده و با موافقت مصر مسیر خلیج فارس را در پیش گرفته. در شرایطی که کمتر از یک ماه به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا باقی مانده، تنش در منطقه با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، رو به افزایش گذاشته. اسرائیل میگوید تهدیدهای تازه‌ای از طرف ایران و گروه‌های وابسته به آن متوجه این کشور است. این تنش‌ها چقدر جدی است و چقدر احتمال دارد منجر به برخورد نظامی شود؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از شبنم شعبانی. یک بار دیگر نگاه ها به خلیج فارس و تنگه هرمز دوخته شده. همه چیز آرام است، اما تحرکاتی که خبرش به رسانه ها رسیده بسیاری را بیمناک کرده که شاید این آرامش پیش از طوفان است. این نگرانی وجود دارد که ایران در آستانه سالگرد قتل قاسم سلیمانی در پی انتقام گیری از آمریکا و شرکای منطقه‌اش باشد. این سخنان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در دیدار با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز صبح در تهران. جمهوری اسلامی ایران مصمم است با گرفتن انتقام سخت از آمران و عاملان این جنایت تاریخی، از تداوم اقدامات تروریستی، تشنج آفرین و ضد امنیتی آمریکا و عمالش جلوگیری و آنان را وادار به خروج از منطقه کند. اینها تصاویری از حدود یک سال پیش. موشک‌هایی که یکی پس از دیگری با هدف انتقام خون قاسم سلیمانی به سوی پایگاه نظامی عین‌الاسد در عراق شلیک شدند. هیچ آمریکایی کشته نشد، اما جهان برای چند روز در وحشت آغاز جنگی تازه فرو رفت. با این همه برخی از مقام‌های ایران از جمله رهبر بارها به طور مستقیم یا تلویحی گفتند این حمله را کافی نمی‌دانند. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن. اینایی که گفتیم مربوط به مجموع استکبار و آمریکاست. اون به جای خودش محفوظه. اگرچه به گفته یک عزیزی کفش پای سلیمانی هم بر سر قاتل او شرف داره. حالا در سالگرد این وقایع، گزارش ها از احتمال انتقام جویی تهران چراغ سبزی شده برای عبور یک زیردریایی جنگی آمریکا از تنگه هرمز. نیروی دریایی آمریکا میگوید حضور یو اس اس جورجیا در آبهای خلیج فارس نشانگر تعهد آمریکا به شرکای منطقه‌ای و حفظ امنیت دریایی برابر هر گونه تهدید است. بیانیه‌ای که البته با وجود حساسیت‌های ایران درش از لفظ خلیج عربی استفاده شده. زیردریایی آمریکا اما ظاهراً در منطقه تنها نیست.
این گزارش‌ها درباره عبور چند روز پیش یک زیردریایی جنگی اسرائیل از کانال سوئز برای رسیدن به خلیج فارس. رادیوی دولتی اسرائیل این اقدام را پیامی روشن برای تهران توصیف کرده. دیروز هم رئیس ستاد ارتش اسرائیل هشدار داده بود هر گونه تهاجم به اسرائیل با قدرت تلافی خواهد شد. چنگ و دندان نشان دادن و تنش لفظی که با تحرکات تازه در خلیج فارس گویی حرکت با مشعل روی انبار باروت باشد. هر حرکتی در منطقه ممکن است جرقه‌ای برای یک درگیری جدی باشد. این تصاویر از حمله چند شب پیش به سفارت آمریکا در عراق. ایران گفته در این حمله دست نداشته و کتایب حزب الله که از متحدان ایران است آن را محکوم کرده. با این همه از ظن ارتباط تهران با این حمله دست کم بین مقام‌های آمریکایی چندان کم نشده و احتمال تلافی آمریکا نگرانی‌های عمده ایجاد کرده. برگ بر اسرائیل. آیا فعالیت‌های دیپلماتیک از جمله تلاش برای احیای برجام می‌تواند باعث فروکش کردن التهاب شود و از خشم و انتقام‌جویی تهران کم کند؟ یا چون این تلاش‌هایی برعکس برای مخالفان جمهوری اسلامی و توافق هسته‌ایش مسئله نگران کننده و عاملی برای شعله‌ور کردن تنش هاست. شبنم شعبانی، بی بی سی. پیتر منصور از فرماندهان ارتش آمریکا در زمان جنگ عراق، از مشاوران ارشد جنرال پتروس در عراق و استاد تاریخ نظامی در دانشگاه اوهایو به ما پیوسته تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای منصور، چرا باید اسرائیل در شرایط فعلی به منطقه زیردریایی بفرسته؟ این آمریکا هستش که جورجیا رو به خلیج فرستاد، به علاوه تجهیزات دیگه. اینها به عنوان یک نیروی بازدارنده اونجا عمل میکنند. اونها صدها موشک کروز رو دارن که به راحتی میتونن مقابله مس بکنن علیه هر گونه اقدام ایران که بخواد برای گرامی داشت سالگرد کشتن قاسم سلیمانی انجام بشه. بنابراین این یک اقدام پیشگیرانه هستش که به آمریکا قدرت بازدارندگی و تلافی جویی رو میده. اگر ایران بخواد سوم ژانویه مثلا دست به کاری بزنه یا حرکتی بکنه در زمان سالگرد کشتن قاسم سلیمانی یا حتی قبل از روز معارفه دولت جو بایدن. بعد از اینکه آمریکا زیردریایی جورجیا رو فرستاد به خلیج فارس، اسرائیل هم گفته شده که به کانال سوئز، در کانال سوئز حداقل چند روز پیش زیردریایی اسرائیلی هم به سمت خلیج فارس حرکت کرده. آیا اونها نشانه هایی دارند که ممکن هست ایران بخواد تلافی بکنه یا انتقامی بگیره از کشته شدن قاسم سلیمانی که حالا این در واقع تجهیزات نظامی رو به خلیج فارس فرستادن؟ من فکر بکنم تصمیم اونها برای فرستادن اینها به لحاظ زمانی تنظیم شده که نزدیک بشه به سالگرد کشتن قاسم سلیمانی. با این اوصاف من فکر نمی کنم که واقعا ایران بخواد قبل از اینکه دولت جو بایدن سر کار بیاد، فکر نمی کنم ایران دست به کاری بزنه. برای اینکه دولت جو بایدن گفته که میخواد به برجام برگرده و دقیقا ایران هم همینو میخواد. اگه ایران بخواد مثلا به آمریکا حمله بکنه و به منافع آمریکا یا اسرائیل در منطقه لطمه بزنه به عنوان مثلا انتقام جویی از اتفاقی که سال گذشته افتاد، در واقع انگار داره سر خودش رو میبره و به خودش ضربه میزنه و داره به هر گونه تلاش دیپلماتیک طرف جو بایدن هم ضربه میزنه برای احیای برجام. دولت ترامپ چطور؟ چقدر احتمال داره که دولت ترامپ به دنبال این تنش باشه؟ این خودش خیلی میتونه یه عامل غیرقابل پیشبینی و متغیر غیرقابل پیشبینی باشه. برای اینکه دونالد ترامپ انتخابات رو باخته، بله شاید در صدد باشه که بخواد یک بحران بین‌المللی ایجاد بکنه تا یه جور دست خودش رو تقویت بکنه برای اینکه در قدرت بمونه. من فکر نمی‌کنم این واقعا محتمل هست، بله ولی چنین احتمال داره. واقعیت اینه که خطر اصلی خطر سوء محاسبه است، چه از طرف آمریکا چه از طرف ایران، یا هر دو طرف نسبت به انگیزه های همدیگه برداشت اشتباه طی هفته های آینده داشته باشند. با کنار گذاشتن تمام این حقایق و تصویری که داریم میبینین، آیا احتمال برخورد نظامی رو در خلیج فارس بین ایران و آمریکا یا اسرائیل جدی میبینید؟
یک احتمال هست ولی واقعا احتمال بالایی نیست. همونطور که گفتم این به نفع ایران نیست که بخواد الان وارد یک جنگ بشه، درست در زمانی که میتونه به نائل شدن به اون چیزی برسه که دنبالش بود، یعنی لغو تحریم ها و بازگشت به برجام. برای همین اگه واقعا نشانه وجود نداشته باشه که دیپلماسی جواب میده، من فکر نمی کنم این به نفع ایران باشه که بخواد وارد یک درگیری نظامی بشه. اگه این واقعا یه احتمال باشه، واقعا احتمال جدی نیست. دو روز پیش ما شاهد حملات کاتیوشا یا راکتی کاتیوشا بودیم به در منطقه سبز بغداد که گفته شد هدفش سفارت آمریکا در بغداد بوده. ایران و گروه‌های شیعه نزدیک به ایران عملاً خودشون رو کنار کشیدن و گفتند که کار اونها نبوده، در حالی که فرماندهی آمریکا ایران رو مقصر میدونه. فکر می‌کنید اگر ایران بخواد انتقامی بگیره از این شکل باشه و در نهایت خودش رو در واقع مسئولیت اون رو نپذیره، یا نه مستقیماً جلو بره و مسئولیت رو بپذیره؟ Well, it's certainly plausible that they could. این احتمال قابل تأمل هست که اونا بخوان به منافع آمریکا در عراق حمله بکنند و بعد هم به شکل قابل تأملی قضیه رو انکار بکنند از طریق گروه‌های نیابتی خودشون. اما این یکی از اون چیزهایی هست که مرگ قاسم سلیمانی تونست محقق کنه و اون ایجاد تشتت بین گروه‌های شیعه در عراق هست، چون الان اصلا روشن نیست که تمام این گروه‌های شیعه یا به ایران پاسخگو هستند یا نه. شاید بعضی از این گروه‌های شبه نظامی شیعه کاری رو برای نفع خودشون، برای مزیت سیاسی خودشون در عراق انجام بدن که لزوماً ربطی هم به ایران نداشته باشه. اگر ایران بخواد انتقام مرگ قاسم سلیمانی رو بگیره، به نظر میاد بخواد کاری بکنه که بتونه خودش هم مسئولیتش رو قبول بکنه تا بتونه مثلا نشون بده که تونسته یک نفع سیاسی رو در منطقه از این قضیه ببره که بگه بله ما به آمریکا تونستیم ضربه بزنیم. هرچند گفتم احتمال جدی نیست، ولی بله تا قبل از 20 ژانویه که روز معارفه جو بایدن هست احتمالش میره. شما مشاور ارشد جنرال پتریوس در عراق بودید. اگر اونطور که گفتید احتمال این وجود داره که دولت ترامپ به دنبال تنش باشه در منطقه و یک احتمالی رو شما مطرح کردید، چقدر اونا به مشاوران ارشدشون و همینطور به فرماندهانشون ممکنه رئیس جمهوری آمریکا گوش بکنه، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و همینطور در منطقه؟ خیلی روشن هست که پرزیدنت ترامپ تنها کسی رو که به حرفش گوش میده خودشه. وقتی تصمیم بگیره یک کاری رو بکنه، نمیاد به حرف مشاورانش گوش بده. خیلی احتمال کمی وجود داره که اون الان بخواد باعث یک سانحه یا یک درگیری بین‌المللی بشه صرفا برای اینکه بتونه در قدرت بمونه. یه متغیر خیلی قابل پیش بینی و یه احتمال خیلی کمی هست. من فکر کنم اگه پرزیدنت ترامپ واقعا بخواد در قدرت بمونه، یه کاری در داخل آمریکا انجام میده، نه اینکه بره تو خاورمیانه جنگ را بندازه. ممنونم از شما پیتر منصور از فرماندهان ارتش آمریکا در زمان جنگ عراق. من برای بحث بیشتر در این مورد حبیب حسینی فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بن آلمان به ما پیوسته. آقای حسینی فر، بهتر است شاید یه نگاهی هم به داخل ایران بندازیم. بعضی میگن که برخی گروه‌ها در داخل ایران فرصت رو مغتنم شمردن تا زمانی که میدونن که اگر آقای بایدن بر سر کار بیاد و اقدامی انجام بدن، کار پیچیده خواهد شد. اونها میخوان اون چیزی رو که به اسم انتقام سخت میخونن پیش از آمدن آقای بایدن انجام بدن. آیا شما چه این احتمالی رو جدی میبینید؟ اینه که برخی از محافل مثلا سیاسی در تهران به خصوص تندروها یک همچین دیدگاهی داشته باشن، به هر صورت هر لحظه در پی این باشن که بخوان انتقام بگیرن، چیز منتفی شده این نیست. منتها در نظر بگیریم که اون چیزی که بیشتر از تهران به گوش میرسه یا اجماعی که
به نظر میاد وجود داره اینه که اقدامی انجام نشه تا زمانی که آقای ترامپ از کاخ سفید رفته که به نوعی زمینه‌ای برای جنگ و تنش به وجود بیاد. اینه که خب صحبت آقای سلامی ظرف این روزها یا آقای شمخانی صحبت‌های نسبتاً تندشون چه نسبتی با این رویکرد و اجماع داره خودش یک معماست، یا این اقداماتی که در عراق و در منطقه سبز انجام شده و هرچند که ایران به اصطلاح فاصله گرفته ازشون و اون هم به هر صورت برای خودش یک پازل دیگه از این مجموعه است. اینه که به هر صورت ایران توی این وضعیت سیگنال‌های متفاوتی میفرسته، یعنی از یک طرف خب عنوان میشه که باید انتقاممون رو بگیریم هم در مورد آقای فخری زاده هم در مورد سالگرد آقای سلیمانی یک طرف، از اون طرف خب همونطوری که اشاره شدم حمله ای هم که به الاسد شد پایگاه الاسد آقای خامنه‌ای هم عنوان میکنه که این صرفا یک دستگرمیه. ما از طرفی تناقضی هم در صحبت ها میشنویم و میبینیم که اون این که بهترین انتقام برای اصطلاح کشته شدن آقای سلیمانی اینه که آمریکایی‌ها از منطقه برن و همه فشار ایران هم در این جهته که مسببه اصطلاح بحث‌انگیزی که در مجلس عراق تصویب شد اون به اجرا در بیاد، آمریکایی‌ها به نوعی برن که اون هم معلوم نیست که آقای بایدن بیاد لزوماً تحقق پیدا بکنه. مجموعاً جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار به اصطلاح حساسی قرار گرفته و خودش اون چیزی که میشه گفت اینه که همچنان اینه که اقدامی انجام ندن که زمینه برای تحرکی از طرف دولت ترامپ آماده بشه صرفاً بر نمیگرده به اینکه بخواد انتخابات رو کلم نکن بکنه، بلکه در خود اسرائیل هم محافلی هستن که ناامیدن از اینکه بایدن این سیاست رو دنبال بکنه، سیاست فشار حداکثری بعدشون نمیاد که رسولا توی همچین مختصاتی ایران یک کنشی نشون بده، واکنشی نشون بده، محملی فراهم بشه برای حمله به تأسیسات اتمی ایران، به پایگاه‌های موشکی. همه این مؤلفه‌ها در این وضعیتی که ما می‌بینیم در منطقه وجود داره، با یک نکته دیگه‌ای که میشد لازم باشه بهش اشاره کرد و اون این که ظرف 3-4 روز گذشته اصولاً بریفینگ یا اون رد و بدل اطلاعات بین پنتاگون و تیم انتخاباتی تیم دولت آقای بایدن قطع شده و پنتاگون اعلام کرده که چون خود با توافق خود تیم بایدن ما داریم این کارو میکنیم، در حالی که تیم بایدن میگه ما اطلاعی نداریم و ما نمیدونیم چرا این بریفینگ با ما قطع شده و ما در جریان مسائلی که در پنتاگون داره میگذره قرار نمیگیریم. آیا اونجا بحث حساسی وجود داره که نمیخوان تیم بایدن در جریانش باشه؟ این هم باز یکی دیگه از مؤلفه های بحثی که در منطقه در جریانه، ولی همچنان میشه گفت که تا به امروز اینکه جنگی در بگیره لزوماً چیز محتمل نیستش. اسرائیلی ها صحبت از این کردن که ایران در چند روز گذشته تهدیدهایی از طرف ایران متوجه ما هست، حالا یا از طرف خود ایران یا گروه های وابسته. فکر میکنید اشارهشون به همین صحبت های فرماندهان نظامی ایرانی هست یا اونها اطلاعات بیشتری ممکنه داشته باشن؟ اینه که برسومت در محافل خصوصی تر در ایران هم یه چیزایی گفته بشه و اینها هم به گوش اسرائیلیا برسه بدون اینکه لزوماً ما به عزا عملی بخواد پیدا بکنه چیز مثلا منتفی شده این نیستش، ضمن اینکه اسرائیلی هم اصولاً بعدشون نمیاد با یک همچین محملهایی، اون هم در شرایطی که خب با امارات، با عربستان، با بحرین و اینها هم روابط بهتری پیدا کردند، همین رو یک محملی بکنن که راحت‌تر بیان و در خلیج فارس هم قدرت خودشون رو به نمایش بگذارن. یعنی اسرائیل هم علی‌رغم اون چیزی که در ایران تبلیغ میشد که ما رفتیم داریم که اسرائیل محاصره میکنیم زیر گوش رژیم صهیونیستی هستیم به اصطلاح، ببینیم که اسرائیل نه تنها در مورد سوریه داره اقدام میکنه علیه ایران، با این وضعیتی که رابطه گسترده تری که با کشورهای عرب خلیج فارس داره پیدا میکنه و از قدیم با آذربایجان داشته و با این تحرک نظامی که الان خودش داره نشون میده و داره نزدیک میشه به خلیج فارس، بیش از پیش به نظر میاد که توی این ماجرا، توی این بازی، این ایرانه که عرصه رو باخته و اسرائیلی ها هستن که دست بالا رو در این زمینه پیدا میکنن و کردن. میبینیم که عملا منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس به نوعی روابطشون با اسرائیل نزدیکتر شده و دلیلش رو هم ایران ذکر میکنن. از اون طرف اشاره کردید به این که در سوریه هم نیروهای وابسته به ایران مرتب از طرف اسرائیل ضربه میخورن. مقامهای ایرانی برای این که عملا بعد از ترور هم قاسم سلیمانی و هم دانشمند هسته‌ایشون آقای فخری‌زاده چه میتونن بکنن که به نوعی افکار عمومی رو هم در داخل بتونن قانع بکنن که اقدامی انجام دادن؟
همطور که اشاره شد، خب پیام‌های متفاوتی می‌فرستند. اینی که با توجه به قدرت آمریکا، با توجه به اینی که خود آقای بایدن هم اگر بخواد اقدامی علیه مثلا هم پایگاه‌های آمریکا یا نیروهای آمریکایی بشه، شوخی بردار نیست مسئله. و خود جمهوری اسلامی هم به قدرت حضور آمریکا در منطقه، قدرت تسلیحاتیش واقفه. به نظر میاد که همونطور که اشاره شد، این گزینه دیگر هم همچنان پس دستشون دارن و مطرحش میکنن که یه مقدار با آمریکا سر مسائل دیگه به توافق برسن، راجع به برجام، راجع به برداشتن تحریم ها. چون برای جامعه ایران الان بیش از اینه که فرض کنید انتقام گیری راجع به آقای سلیمانی مطرح باشه، اینه که چجوری بار این تحریم و این وضعیتی که معیشت مردم زیر فشار گذاشته فرض کنید کم بشه، یا اینی که خب برای خود جمهوری اسلامی هم با توجه به خطری که احساس میکنه، همین که نیروها از اطرافش برن، از عراق، از افغانستان، اینا شاید اینها رو بیشتر تو تبلیغش بیاره و بگه که خب ما این امتیاز رو گرفتیم و همین خودش یک نوعی از انتقامه. تو این مختصاته که به نظر نمیاد واقعا به خصوص در مورد آمریکا یا ایران بخواد انتقام بتونه انتقام بگیره. راجب اینکه اسرائیل اینجا و اونجا اقدامات ایزایی و این موش و گربه بازی که ظرف این 30-40 سال داشتن، از ترور و کشتن سفیر و بمبگذاری ها، یک همچین مواردی هم انجام بشه منتفی نیست. ولی در همون زمینه هم به نظر میاد که خب امکانات ایران بیش از پیش تضعیف شده، کم شده، محدود شده. ممنونم از شما حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. برای بحث بیشتر در این مورد از اسرائیل ست فرانسمن، خبرنگار ارشد امور خاورمیانه روزنامه جروسالم پست از بیت المقدس با ما هست. آقای فرانسمن، آیا ما شاهد یک آرایش جنگی در منطقه خلیج فارس هستیم به نظر شما؟ من فکر نمی‌کنم در حال حاضر کسی واقعا رویاروی جدی نظامی بخواد در خاورمیانه، چه ایران، چه حزب الله، چه آمریکا یا اسرائیل یا حتی شیعه عراقی. ولی فکر می‌کنم که تحرکات زیادی که شاهدش بودیم هدفش بیشتر بازدارندگی بوده، یا اینکه نشون بدن که میتونن تهدیدهای متقابل رو خنثی کنن. مثلا اخیراً این تمرین‌های دفاع هوایی اسرائیل که انجام دادن، این می‌خواد در واقع پیامی بده که در واقع از رویارویی از درگیری جلوگیری کنه، به ایرانی‌ها نشون بده که وقت خودتون تلف نکنید، اگه به ما موشک بزنید ما می‌تونیم موشک‌ها رو متوقف کنیم. بنابراین خیلی از اینها چنین حرکت‌هایی تا چنین تصویری ارائه کنه و منهای قسمت مرز ترکیه و سوریه که خب درگیری در اون شدیده، بقیه خاورمیانه در چنین شرایطی هست. به نظر شما آیا اسرائیل تصمیمش برای زمانبندی فرستادن این زیردریایی تنها تقویمی بوده، یعنی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، یا نه واقعا نشانه‌هایی دریافت کردن از اینکه ایران قصدی داره؟ فکر کنم در درجه اول باید بگیم که گزارش‌های رسانه‌ها درباره این زیردریایی، رسانه‌های اسرائیلی که ولی خب منبعشون منابع خارجی و غیر اسرائیلی بوده، هیچ چیزی در این باره تایید نشده. مهمه که بفهمیم که بعضی از اینها ممکنه گمان زنی باشه. فکر نمی‌کنم شواهد خیلی جدی باشه که به ما نشون بده این قضیه لزوماً دال بر شدید شدن تنش‌ها هست. طبیعتاً سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی هست، بعد کشتن فخری‌زاده رو داشتیم که مسئول برنامه هسته ایران بوده، بعد در ماه ژوئیه تنش با حزب الله رو داشتیم. بنابراین این چرخه‌های تنش رو ما داشتیم در گذشته اخیر، و بعد این گزارش زیردریایی و امثال اون رو هم میشنویم، تمرین دفاع هوایی رو که گفتیم. بنابراین پیام اینها به ایران یا متحدان ایران در منطقه، شرکای ایران، نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران، اینه که باید آگاه باشند که اسرائیل آماده است که از هر تهدید علیه خودش جلوگیری کنه و باش مقابله کنه. به نظر میاد که هدف این باشه، ولی خب لزوماً معلوم نیست که در میدان اتفاق خاصی بیفته. میدونیم که چند حمله راکتی از سوریه علیه اسرائیل انجام شده، حملات هوایی زیادی اسرائیل انجام داده در داخل سوریه علیه اهداف ایران،
و خب میشه گفت که در واقع اسرائیل یک جنگی رو داخل جنگ شروع کرده تا بتونه از یک رویاروی خیلی جدیتر احیانا علیه خودش جلوگیری کنه. ولی همه اینها رو که کنار بگذاریم به نظر میرسه که اسرائیل با توجه به تحولات اخیر و تحرکاتی که انجام داده ابایی از رویاروی نظامی با ایران هم ظاهرا نداره. شاید اونها هم فرصت رو یعنی در همین کمتر از یک ماهی که آقای ترامپ در قدرت هست دارن غنیمت میشمرن و میخوان تنش‌ها رو به اوج برسونن. آیا چنین چیزی شما در صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی هم می‌بینید یا نه؟ خب این بیانیه آخر رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل به ایران خب هشدار داده. ما هشدارهای مشابه این رو زیاد داشتیم از جانب وزیر دفاع، نخست وزیر، تقریبا همه مقام‌های اسرائیلی به ایران هشدار دادن. بنابراین این یک کمپین پیوسته و مداوم بوده و دیدیم که در سوریه اسرائیل هر کاری که خواسته کرده، ولی از طرف دیگه می‌بینیم که نتانیاهو تلاش نکرده که انواع و اقسام رویاروی‌ها رو ایجاد کنه. اسرائیل نمی‌خواد که همزمان در چند جنگ داخل باشه، هم با حماس در غزه هم با حزب الله. اسرائیل می‌خواد که این مناقشه‌ها رو مدیریت کنه، تنش رو کم کنه، برای اینکه طبیعتاً این درگیری‌ها به آینده منطقه کمکی نمی‌کنه. اما این ایده‌ای که بخوان بین ایران و اسرائیل شاید رویارویی باشیم، دو کشوری هستن که با هم دیگه فاصله زیادی دارن، بنابراین چنین رویارویی چگونه خواهد بود؟ ایران بله موشک‌های دوربردی داره، اسرائیل از طرف دیگر نیروی هوایی خیلی قوی داره و سیستم دفاع ضد موشکی داره، ولی خب این جنگ ایران و عراق دهه 80 میلادی که نمیشه، یا جنگ فرسایشی سبک جنگ جهانی اول با تانک‌ها و اینها که نخواهد شد. احیانا یک درگیری به اصطلاح غیر متقارن خواهد شد، یک طرف موشک داره، یک طرف تکنولوژی دفاعی و سلاح‌های دیگری داره. فکر می‌کنم که به هر حال هر جنگی به ضرر هر دو طرف باشه و هر دو بسیار لطمه خواهند دید. طبیعتاً وقتی که استکاک پیش بیاد هر دوی اونها میخوان که اعلام پیروزی کنن. اسرائیل میدونه و مرتب میگه که ایران یک تهدید موجودیتی علیه اسرائیل هست به واسطه از جمله برنامه هسته ایش، و خب نتیجهش اینه که مشاهده این تنش رو هستیم. وضعیت اسرائیل رو بعد از آمدن آقای بایدن چطور میبینید؟ به خصوص صحبت‌های آقای بایدن در مورد اینکه اونها میخوان سریعتر به برجام برگردن، احتمال رفع تحریم ها، روابط اسرائیل و آمریکا رو بعد از اون چطور می‌بینید؟ روابط اسرائیل و آمریکا خیلی خوب هستن. اونها شاید بهترین متحدان در جهان باشن و جو بایدن هم به عنوان یک سیاستمدار طرفدار اسرائیل تلقی میشه. او به رابطه آمریکا و اسرائیل اعتقاد داره. طبیعتاً سوال‌هایی هم هست، اینکه چگونه دولت آمریکا عمل خواهد کرد در زمینه تغییر تحریم‌ها علیه ایران. مثلا آیا اونها از همه تحریم‌ها خیلی زود این تحریم‌ها رو به عنوان یک راه حل اعتمادسازی با ایران لغو خواهند کرد، یا اینکه به صورت یک چیزی ما به ازای یک چیز دیگر دونه به دونه اقدام خواهند کرد؟ آیا برنامه موشک ایران روی میز خواهد اومد از همون ابتدای کار؟ بنابراین این سوال ها رو باید بهشون جواب داد. توافق برجام خب بله مدتی روی میز بود، مدتی در جریان بود، ولی خب برنامه تسلیحاتی ایران، برنامه موشک ایران به جلو میرفت و طبیعتاً دولت بایدن هم به دنبال تنش و رویارویی با ایران نخواهد بود. اما سوال اینجاست که آیا دولتی که در ژانویه در کاخ سفید بر سر کار خواهد اومد، نه فقط به اسرائیل بلکه به دیگر شرکای خلیج مثل امارات، بحرین و صداهای دیگری مثل عربستان سعودی هم گوش خواهد کرد یا نه؟ سوال اینه که آیا دولت جدید آمریکا نگرانی‌های این کشورها رو جدی خواهد گرفت؟
یا اینکه سعی خواهد کرد که فقط برجام رو یه جوری ترمیم کنه بدون توجه به نگرانی ها. مثلا اگر ایران به تسلیح کردن حزب الله، شیعیان عراق، حوثی ها و حرکاتش در سوریه ادامه بده، حملاتی که ما در علیه تأسیسات نفتی و نفکش‌های سعودی دیدیم یا حملات راکتی در بغداد دیدیم، اگر ایران همچنان به اینها ادامه بده، آیا دولت بایدن چه واکنشی در قبال اونها خواهد داشت؟ این سوال هاست. ممنونم شما سید فرانسمن، خبرنگار روزنامه جروسن پست ما. ساعتی پیش هیئتی بلندپایه از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی با اولین پرواز تجاری از اسرائیل به مراکش رسید. این سفر گامی دیگر در روند توسعه روابط دیپلماتیک اسرائیل و مراکش است که دولت آمریکا میانجیان بوده. مراکش چهارمین کشور عرب است که در ماه‌های اخیر با اسرائیل روابط رسمی و دیپلماتیک برقرار می‌کند، هرچند که پیش از این هم دو کشور روابطی غیر رسمی با یکدیگر داشتند. در این بین اما فلسطینی‌ها از این تحولات به شدت ناراضی هستند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. ادای احترام به پادشاهان درگذشته مراکش نشانه مناسبی از یک شروع تازه است. نه برای جارد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ که روزهای آخر دولتش است، بلکه برای رابطه مراکش و اسرائیل که به همت دولت ترامپ عادی و امروز رسما برقرار شد. این اولین پرواز تجاری بود که جرال کوشنر را همراه یک مقام اسرائیل از این کشور به مراکش می برد. قدم بعدی دیدار با پادشاه مراکش و امضای چندین سند همکاری است که آقای کوشنر پیش از عزیمت به مراکش با آن اشاره کرد. امیدوارم این چند قرارداد را در جریان این سفر ببندیم و زمینه صلحی گرم بین اسرائیل و مراکش فراهم شود. پیش از این امارات متحده عربی، بحرین و سودان هم با اسرائیل رسما رابطه برقرار کردند. این برای دولت دونالد ترامپ یک دستاورد بزرگ قلمداد می شود. آن زمان گفته شد اسرائیل در ازای عادی شدن روابطش با امارات فعلا شهرک های یهودی نشین را گسترش نخواهد داد. همان زمان بنیامین نتانیاهو گفت چنین قراری در کار نیست و از آن زمان تا کنون توسعه شهرک ها شتاب بیشتری هم گرفته و نزدیک به 5000 خانوار یهودی دیگر در مناطق اشغالی کرانه باختری سکونت داده شدند. تا حدی که صدای سازمان ملل هم در آمد. من عمیقاً از توسعه شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی نگرانم. طی سال گذشته مقام‌های اسرائیل طرح‌های جنجالی توسعه این شهرک‌ها را که سال‌ها معلق شده بود در پیش گرفتند و حالا این شهرک‌های یهودی نشین در جایی ایجاد شده که برای یک پارچگی جغرافیایی یک کشور مستقل فلسطینی حیاتی است. فلسطینی‌ها هم طبعاً خوشحال نیستند و روابط کشورهای عربی با اسرائیل را خنجری بر پشت توصیف کردند. در داخل مراکش هم ائتلافی از فعالان مدنی که شامل گروه‌های اسلامگرا و چپ می‌شود، در بیانیه‌ای از عادی‌سازی رابطه با اسرائیل انتقاد کردند. اما برای حکومت مراکش امروز روز خوبی است، چرا که در ازای عادی‌سازی رابطه‌ای که خودش گفت مدت‌هاست در خفا ادامه داشته، از حمایت آمریکا در یک منطقه مورد منازعه با استقلال طلبان پولیساریو برخوردار شده. علاوه بر اینها مراکش و اسرائیل امیدوار هستند این روابط تازه شروع همکاری ها و تجارت پرسود اقتصادی در آینده باشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارشش از افزایش نرخ تورم سالانه به بیش از 30% خبر داده. بر اساس این گزارش همچنین هزینه خانواده های روستایی در این مدت در مقایسه با خانواده های شهری رشد بیشتری داشته و به همین نسبت خانواده های کم درآمد هم در مقایسه با آنهایی که درآمدشان بیشتر بوده بیشتر متحمل بار افزایش تورم شدند. سه ماه مانده به پایان سال نرخ تورم در حالی بالا رفته که دولت پیشتر وعده داده بود امسال اون رو به 22% کاهش میده. جزئیات بیشتر در گزارش ریحانه مزاحمی. گزارش جدید مرکز آمار از تورم در ایران، رشد تورم سالانه به بیش از 30% که نشان از افزایش هزینه خانواده های ایرانی در یک سال گذشته دارد. به طوری که یک خانواده شهری برای تأمین مجموعی از کالا و خدمات مشابه در آذر امسال نسبت به همین زمان در سال گذشته حدود 45% بیشتر هزینه کرده. هزینه‌ای که برای خانواده های روستایی سنگین تر هم بوده.
افزایش نرخ تورم سالانه در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم آذر ماه نسبت به ماه قبل از آن نزولی بوده و به 2% رسیده، کمترین رقم در 6 ماه گذشته. افتی که تحت تأثیر نوسان‌های اندک بازار ارز و طلا در ماهی که گذشت رخ داده. بر همین اساس بیشترین کاهش قیمت‌ها در بین کالاهای سرمایه‌ای یا با دوام دیده شده. اما در مقابل قیمت مواد غذایی در 1 ماه گذشته همچنان بالا رفته. شیر و پنیر و تخم و مرغ 10.3%، روغن و چربی‌ها 10.4% و میوه و خشکبار 9.7% رشد قیمت داشتند. به این ترتیب تورم در سبد کالایی برای پردرآمدها در 1 ماه گذشته کمتر بوده، اما کم درآمدها برای تامین سبد کالایی مصرفشان بیشتر از قبل هزینه کردند. تورم را هم انشالله در این همین حول و حوشی که اعلام کردیم، یعنی 22%، 2% بالا و پایین، انشالله سعی میکنیم کنترل بکنیم. نگاهی به گزارش مرکز آمار ایران و روند رشد ماهانه تورم نشان میدهد که احتمالاً سال جاری با نرخ تورم حدود 30% به پایان برسد. عددی که با هدف گذاری بانک مرکزی یعنی تورم 22% فاصله زیادی دارد. آنچه اما فرای این اعداد دیده می شود، گسترش فرق و کاهش قدرت خرید خانواده های بیشتری در تأمین مایحتاج اولیه‌شان است. در مقابل هم دولتی است که تنها در چند ماه پایانی بقایش همچنان با مجلس برای تصویب بودجه سال آینده کلنجار می رود. بودجه‌ای که از همکنون نسبت به آثار تورمی وحشتناک آن در اقتصاد کشور هشدار دادند. تورمی که در نهایت بار اصلی آن بر دوش طبقه کم درآمدی است که روز به روز سفره‌اش کوچکتر می شود. ریحان مظاهری، بی بی سی. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی از تهران به ما پیوست تا در این مورد صحبت بکنیم. آقای سلطانی، آیا نرخ تورم همینی هست که داره اعلام میشه، یعنی 30%، یا اینکه فکر میکنید ممکنه بالاتر از این هم باشه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم، خدمت تو عرض کنم که نرخ تورم هیچگاه 30% نیست. شما دقت بفرمایید، ما نسبت به سال پیش کالاها به طور میانگین، یعنی به طور کلی بخوایم بگیم، 50% هرگز افزایش قیمت نداشته، حداقل 100% داشته. شما دقیق بفرمایید نرخ ارز نسبت به سال پیشی موقع حدودش 340-50% تقریبا رشد داشته، یعنی 2-3-4 هم برابر شده. خب بلتب کالاها هم دچار گرانی شده و دو تا نکته دیگه هم امسال اتفاق افتاده که اینها خودش موتور تورم به اصطلاح سوخت بیشتری بهش داده، و اونم یک این است که ارز کالاهای اساسی و ارزی که به سری اقلام مثلا فرض بفرمایید برنج یا کره یا روغن یا این چیزا داده میشد 4020 تومان، تقریبا میشه گفت قطع شده. الان شما میبینید که قیمت مرغ، تخم مرغ، کره، برنج، حبوبات و بسیاری اقلام غذایی به شدت بالا رفته. و مسئله سوم این است که همونطور که نرخ ارز آزاد رفته بالا، با یک حتی شتاب بیشتری به علت افزایش نرخ ارز نیمایی، قیمت مواد اولیه داخلی هم از فلزات اساسی، پولاد، مواد شیمیایی، پلاستیکا، اینها هم 2.5 برابر شده تقریبا نسبت به پارسال، که اینا تاثیر مستقیم میذاره روی تولید مواد غذایی، روی تولیدات داخلی و غیره. بنده در زمین است که ما در مجموع یک امسال در این در حال حاضر که امسال صحبت میکنیم یک تورم 100% داریم نقطه به نقطه در کالاها به طور کلی. در واقع فکر میکنید این چیزی که مرکز آمار ایران داره صحبت از تورم سالانه 30% میکنه، کمتر از اون چیزی هست که حداقل مردم در جامعه دارن میبینن؟ بله، اگه تورم خدمات هم حدود 40% که حتی بیشتر بگیریم، ما به یه نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 70% میرسیم، که نرخ تورم سالانه ما هولوش حداقل 50% الان هست و بیشتر هم خواهد شد. دقت بفرمایید، ببینید ما توی آمار مرکز آمار یه سری قیمت ها اعلام میشه که من قضاوت چون میسپرم به دست به مردم که و بینندگان. مثلا مرکز آمار میگه دخانیات نسبت به سال پیشی موقع 53% بالا رفته. همه ما میدونیم که 2.5 برابر، چون اگه سیگار یا اقلام مشابه بگیریم. یا مرکز آمار میفهمد که
اجاره 28% بالا رفته، حد میانگین کشوری هلوش 40% است. یا میگوید که مثلا مبلمان لوازم خانگی به چیز نزدیک به 60% بالا رفته و همه ما میدونیم حداقل دو برابر شده. و همینطور اقلام دیگه مثل ارتباطات و 24.5% اعلام کرده که ارتباطات هزینه موبایل 45% رفته بالا از طرف مخابرات. و تنها هزینه مخابرات نیست، ببینید بخش اصلی هزینه ارتباطات ایران قیمت دستگاه تلفن همراهی که الان نسبت به سال پیش 2.5 برابر شده. بنابراین این آمارها فکر می‌کنید که اون آمارها عملاً پایین‌تر داره داده میشه. یک جای فرمودید ارقام مرکز آمار میگم، این ارقامی که گفتم بالاخره مردم داره. ببینید من یه مثال ساده بزنم برای اینکه ببینید چقدر بین واقعیت‌های اقتصاد که اعلام میشه از طرف دولت یا مراجع دیگه و اون چیزی که اتفاق میفته فاصله است. بنده شخصا یه وسیله خونگی که چیز خیلی حساسی هم نبود که حالا بگیم مردم نیازمندن به خاطر گرون شده، بنده اینو 10 سال پیش خریدم مبلغ 300,000 تومان. این باتریش خراب شد، بردم باتریش عوض کنم، 600,000 تومان پول باتریش بود، 2,000,000 تومان یه قطعه مصرفی این گفت این کهنه شده، 2,600,000 تومان من فقط برای یه تعمیر ساده این پرداخت کردم. گفتم نو این چنده؟ گفت 12,000,000. ببینید ما نسبت به 10 سال پیش نرخ از 25 برابر شده، اما قیمت مثلا این وسیله مصرفی خارجی 40 برابر شده. من عرضم اینه که حتی بیش از اون که قیمت ارز بر بالا، قیمت کالاهای وارداتی در ایران بالا رفته، بستگی داره. متوجهم. پیش بینیتون مرکز آمار میگوید که تو این 10 سال 8 برابر شده قیمت به اصطلاح لوازم خانگی، نه در حالی که ببینید واقعیت خیلی متفاوته. بله. پیش بینیتون در مورد آینده چه هست؟ چون در جایی فرمودین که فکر میکنین این بیشتر هم خواهد شد. ببینید عرضم اینو بخوام خدمت تو عرض کنم که ما در ایران تورم رو نباید اشتباه کنیم. تورم، ما یه تورم دارایی ها داریم مانند مسکن و ارز و طلا و زمین و امثال هم دلار و اینا. یه تورم سی پی آی مصرف کننده داریم که شامل دو بخش خدمات و کالاست. ببینید دقت بفرمایید که نسبت به 3 سال پیش قیمت ارز توی ایران 6.5 برابر شده، اما بر اساس مرکز آمار قیمت کالا و خدمات یعنی تورم مصرف کننده 2.5 برابر شده. بنابراین چون نرخ ارز عامل مسلط توی نرخ تورم پیرانه، ما هنوز 2 برابر این قیمت کالا و خدمات اگه این نرخ ارز این بمونه به اصطلاح جا داره که این افزایش پیدا کنه، حتی بیش از 2 برابر. بنابراین این بستگی داره که نرخ ارز اگه بودجه سال آینده اجرا بشه، ما سال آینده هم تورم 40% شاید 50% داشته باشیم، اگه این بودجه اجرا نشه و قیمت دلار تعدیل بشه، بله ما میتونیم یک کم خوشبین باشیم. مسئله دیگه ای که میخوام خدمت بینندگان عرض کنم این است که ما توی ایران تورم دارایی ها جدا از تورم مصرف کننده است. یعنی اول تورم دارایی ها داریم مثل زمین، مسکن، سهام، طلا. تورم دارایی ها توی 2-3 سال آینده به اصطلاح یا امکان داره منفی بشه یا نهایتا قابل توجه نیست. این تورم مصرف کننده است که ما توی 2-3 سال آینده اگر بودجه کنترل نشه و مثال دیگه کنترل نشه و نرخ از پایین نیاد، همینجور روند سعودی شد داریم تا شاید 3 سال شاید 4 سال. ممنونم از شما. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی از تهران. شمار دولت‌هایی که در 2 روز گذشته و به دنبال شیوع نوع تازه ویروس کرونا در بریتانیا سفر بین این کشور و کشورشون رو محدود یا ممنوع کردن به بیش از 50 مورد رسیده. ایران یکی از این کشورهاست. همزمان هزاران کامیون در بندر دوور در جنوب شرقی بریتانیا منتظر باز شدن مرزها با فرانسه هستند. گفته میشه نوع تازه ویروس در مقایسه با نوع قبلی تا 70% سریع‌تر منتشر میشه. فیروز اکبریان گزارش میده. کیلومترها صف از کامیون‌هایی که پشت هم ردیف شدند. اینجا در بزرگراهی به سمت بندر دوور در جنوب شرقی انگلستان. گفته می‌شود حدود 3,000 کامیون در بندر دوور منتظر باز شدن مرز با فرانسه هستند.
کشوری که روز یکشنبه به دلیل نگرانی از شیوع نوع تازه کرونا در بریتانیا مرزهایش را با این کشور بست. گونه ای که گفته می شود سرعت انتشارش تا 70% بیشتر از نوع قبلی است. نتیجه بسته شدن مرزها مردمی در بریتانیا که نگران از کمبود کالاهای ضروری راهی سوپرمارکت ها شدند. صفهای طولانی و قفسه های خالی. یادآور چند ماه پیش و زمانی که بریتانیا به دلیل شیوع کرونا وارد قرنطینه سراسری شد. دولت میگوید به سختی در تلاش برای پیدا کردن راهی است که حمل و نقل کالا بین دو کشور از سر گرفته شود. انجام آزمایش یکی از موضوعهای مورد بحث وزیر حمل و نقل با همتای فرانسوی شه. انجام این آزمایش ها میتونه نسبتاً سریع باشه. چند و چون اون اما چیزیه که وزیر حمل و نقل با همتای فرانسویش دارن روی اون کار میکنن. من نمیخوام درباره ماهیت این آزمایش ها و اینکه کی میتونه شروع بشه حدس و گمانی بزنم. اشاره وزیر کشور بریتانیا به انجام آزمایش کرونای رانندگان کامیون هاست. هرچند که درباره درستی نتیجه آزمایش های سری شک و شبهه هایی وجود دارد. در دو روز گذشته بیش از 50 کشور از جمله بیشتر دولت های اروپایی سفر بین بریتانیا و کشورشان را محدود یا ممنوع کرده اند. کمیسیون اروپا به اعضایش پیشنهاد داده محدودیت‌های رفت و آمد بین بریتانیا و کشورهایشان را بردارند. هرچند گفته کشورها هر کدام می‌توانند مقررات خودشان را داشته باشند. شیوع ویروس کرونا در بریتانیا سیر صعودی دارد و به همین دلیل محدودیت‌های تازه‌ای در بخش‌هایی از جنوب شرق انگلستان از جمله لندن وضع شده. اما مشخص نیست که این حد از محدودیت ها جوابگو باشد. احتمال داره که تعداد مبتلایان به نوع جدید ویروس در سراسر کشور بالا بره و احتمالاً لازمه که محدودیت ها در بعضی مناطق شدیدتر بشه، نه اینکه کمتر بشه. حالا علاوه بر بریتانیا، نوع تازه‌ای از کرونا در آفریقای جنوبی هم شناسایی شده. محققان در آنجا با همکاری سازمان جهانی بهداشت در حال تحقیق روی گونه جدیدند. بر اساس تحقیقات اولیه، این گونه ارتباطی با نوع تازه دیده شده در بریتانیا ندارد. خیلی ها از شیوع گونه های تازه کرونا در بهتند. هرچند که کارشناسان سازمان جهانی بهداشت نگاه متفاوتی دارند. جهش ژنتیکی کووید 19 بسیار کنتر از ویروس آنفولانزا است. با وجود اون که ما شاهد تغییرات و جهش هایی در اون بودیم، اما هیچ کدوم از اونها نه تأثیر قابل توجهی بر میزان آسیب پذیری این ویروس در برابر روش های درمانی و داروهایی که الان استفاده میشه داشتند و نه واکسن هایی در دست ساخت. خیلی ها امیدوارند که توزیع گسترده واکسن کرونا به مرور وضع را در ماه‌های آینده بهتر کند، چه در بریتانیا چه در کشورهای دیگر. اما با اوضاع پیش رو احتمالاً شرایط بدتر خواهد شد قبل از آن که رو به بهتر شدن پیش رود. فیروزه اکبریان، بی بی سی. من باید اضافه کنم که در همین چند دقیقه گذشته اعلام شد که فرانسه موافقت کرده اگر راننده های کامیون تست منفی کرونا بدن و اون رو در طول 72 ساعت گذشته داده باشن میتونن از مرز رد بشن. ما بریم به افغانستان، جایی که سرپرست وزارت دفاع آمریکا به اونجا رفته و با اشرف غنی رئیس جمهوری دیدار کرده. اگر ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای گفته آقای غنی و کریستوفر میلر درباره روند صلح و وضعیت افغانستان و منطقه و ادامه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان گفتگو کردند. علی حسینی از کابل گزارش میده. محل انفجار صبح امروز، پلیس میگوید یک موتر نوع کرولا مربوط به دکتران زندان پل چرخی، زندان مرکزی افغانستان، هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته. اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان گفته 3 دکتر و رانندهشان در این حمله کشته شدند. دکتر نظیفه ابراهیمی، مدیر عمومی ریاست بهداشت اداره تنظیم امور زندان‌ها، دکتر سونا که در بخش مبارزه با کرونا در زندان کار می‌کرد و دکتر عبدالمتین. دکتر سویتا هم به شدت زخمی شده. یک سیاست داری خاک میج افتاده
پشت سرش دو نفر دیگر، سه نفر دمنه موتر، یک نفر توتایش پریده بود، از تنه نصب شده بود، در یولی چوب فروش افتاده بود. انفجار امروز 5 قربانی داشت. تا کنون هویت دقیق دو نفر دیگر اعلام نشده. اگر امروز انفجاری در کابل رخ نمیداد، خودش به نوعی خبر بود، چرا که در حدود 2 هفته گذشته تقریبا هر روز انفجاری رخ داده. روز یکشنبه خونین ترین انفجار بود، با 10 نفر کشته و 52 نفر زخمی. تقریبا میشد گفت که مسئولیت هیچ یک از این انفجارها را تاکنون گروهی بر عهده نگرفته. از دید حکومت اما یا کار طالبان است یا طالبان زمینه این انفجارها را فراهم کرده. سلام علیکم، ستوری مسیح صحب بخیر. چشم افغانها به مذاکرات قطر دوخته شده تا به این جنگ مرگبار خاتمه دهد. در حال حاضر هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در یک وقفه 3 هفته‌ای قرار دارند. تا اینجای کار پس از نزدیک به 4 ماه مذاکره، دو طرف توانستند موضوعات پیشنهادی مذاکره را در اختیار یکدیگر قرار دهند. این 4 ماه به راحتی و آسانی نشان می‌دهد که رسیدن به یک توافقنامه صلح در افغانستان دشوارتر از جنگ است. علی حسینی، بی بی سی، کابل. ویروس کرونا ساخت بیل گیتس بود. انسان هیچ وقت به ماه نرفت و همش صحنه سازی بود. 11 سپتامبر کار خود آمریکایی‌ها بود و در ایران همیشه کار انگلیسی‌هاست. حتما شما هم در اطرافتون کسانی رو دارید که به شدت به تئوری‌های توطئه معتقدن و هرگز حاضر نمیشن نظرشون رو تغییر بدن. با این افراد چیکار باید بکنیم و چطور باید با اونها صحبت بکنیم؟ این موضوع تحقیق مهمان بعدی ماست که به ما میپیونده، الستر کولمن، خبرنگار بخش مانیتورینگ بی بی سی، که مطمئن نیستم که او رو داریم یا نه. همکارانم دارم تلاش میکنن که به او وصل بشیم. آقای کولمن، چه شد که به فکر این تحقیق افتادید و چطور شد که تصمیم گرفتید در این مورد تحقیق بکنید؟ BBC خب الان تمام سال گذشته رو به پوشش این موضوع اختصاص داده. از زمانی که ویروس کرونا همگیر شد، ما به بحث فیک نیوز و دروغ‌هایی که درباره گسترش ویروس و درمان اون دربارش منتشر میشه، ما با این قضیه پرداختیم تا بتونیم که به مردم اطلاع رسانی درست کنیم. خب فکر میکنم گسترش این ویروس کرونا دامن زد به تئوری‌های توطئه، به خصوص برای اینکه ویدئوهایی ساخته میشد، دست به دست میشد بین مردم. بین اون تئوری‌هایی که شما شنیدید، جالبترینش یا شاید خنده‌دارترینش کدوم بوده؟ There have been many, many. خب ادعاهای موسیقی و خنده‌دار زیادی بودن، مثلا اینکه مثلا یک میکروچیپ در داخل، یک تراشه در داخل واکسن هست که بعد اون وارد بدن شما میشه. خب فکر کنید چجوری میشه یه مایکروچیپ یا میکروچیپ رو از داخل سوزن رد کرد که بعد وارد بدن شما بشه. شاید این موسیقی‌ترین اون بود. طبیعتاً هیچ دانشی نمیتونم چیزی رو ممکن کنه در حال حاضر. در اون اوائل همه گیری این که میگفتن از هواپیما استفاده میشه تا از طریق ابرها مواد شیمیایی پخش کنن و ویروس رو اینجوری گسترش بدن، از اینجور ادعاها ما شاهد بودیم. خب با این افراد چطور باید صحبت کرد؟ یعنی راه صحیح برخورد کردن با این افراد چیه؟ این سوال خیلی خوبیه. کسانی که میشناسیم و درباره این چیزا اینطوری صحبت میکنن، معمولا خیلی خیلی راسخ هستن در این ایده هاشون، خیلی پرشور هستن، واقعا جدی هستن در اعتقادشون، و اگر شما بخواید به این اعتقادشون رو زیر سوال ببرید، اونها حتی راسختر و مطمئنتر میشن. بنابراین باید خیلی متین و مطمئن و با آرامش با اونو صحبت کنید، در انتقاد خودتون خیلی حساب شده عمل کنید، مثلا اونها رو احیانا به سمت منابع خبری و رسانه‌های مورد اعتماد سوق بدید.
یکی از کسانی که به این تئوری‌های توطئه خیلی قوی ایمان داره آرایشگر منه و من بعضی وقتا آرایشگاه هم میرم، در ضمن نخندید. وقتی بهش میگفتم خب این چیزهایی که میگی نمیتونه درست باشه، قبول نمیکرد و در نهایت هم میگفت که خب تو فیک نیوزی و تو خودت تو همین سیستم کار میکنی، نمیتونی چیزای دیگر رو ببینی. واقعا در نهایت چطور میشه اونها رو قانع کرد؟ راهی وجود داره؟ یعنی با دادن اطلاعات درست آیا اونها قانع خواهند شد؟ You must have the same hairdresser as me then. فکر کنم آرایشگر شما همون آرایشگر منه. منم همین چیزا رو میشتم وقتی که میرم موامو کوتاه کنم. البته باید خیلی مواظب باشیم چون ممکنه که روی اسلایسرمون تلافی کنه و قیافمون رو عجیب غریب کنه. تا حدی میشه که کم کم ذره ذره نظرشون رو عوض کرد و به سمت درست اونا رو هدایت کرد. طبیعتاً خیلی کار دشواریه، مخصوصاً وقتی که با دوستان و خویشاوندان صحبت میکنید، ممکنه به معنی پایان دوستی شما یا رابطتون با خویشاوندتون باشه. آقای کومن، من موی زیادی بر سر ندارم، نمیتونه خیلی کار، یعنی دیگه بدتر از این من نمیتونه من رو بکنه. اما در آخر خودتون آیا تونستید در این مدت با این تئوری‌ها یا عملا راهکارهایی که دادید به دیگران کسی رو قانع بکنید که تصورش اشتباه است؟ یه موفقیت هایی داشتم چون بسیاری از این مسائل فیک نیوز در شبکه‌های اجتماعی مثلا فیسبوک و اینها مطرح میشه. من روی یکی از این گروه های فیسبوکی محلی شهر خودم حضور داشتم، سعی کردم خبرهای درست رو اونجا پست کنم، شیر کنم، ولی خب کسانی که نمیخوان نظرشون رو عوض کنن، خب خیلی سخته که نظرشون رو عوض کنن مگه خودشون نخوان. ممنونم از شما علی سه کلمن، خبرنگار بخش مانیتورینگ بی بی سی. و ممنون از شما که همراه ما بودید. برنامه ما و همینطور برنامه قبلی ما رو میتونید روی وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.